بسیار عالی بریم حالا چند تا نود دیگه یاد بگیریم یکیش پولیگونه یعنی چنزلی جاشم اگه بخواید بدونید جیامتری کرو اینجا داریم پلیگون ما میخوایم این حالتش رو یاد بگیریم ریگولار پلیگون که از طریق دایره ایجاد میشه راست کلیک هم که بکنیم بنویسیم بعضی موقع نمی نویسه پلیگون ما میخواییم از کامل بنویسم از این حالتش میخواییم استفاده کنیم ریگولار پالیگان برودیاش چیه؟ یه دونه دایره میخواد یه دونه هم تعداد ازلا میخواد از چیز خیلی ساده ایه سیرکل بای سنتر اینو بهش میدم تعدادش هم پیشور چند 5 پنج تاست کنترل بی زوم کنم روی این درسته اینجا که میتونم یه تعداد بهش بدم مثلا هشتا یا هر چند دیگه با تجربه اینکه این دایره میگیره دایره هم پوینت میگیره خیلی واضحه که اگه من بیام بهش بگم پوینت تو پوینت هم بگم مثلا یک تعدادی نقطه با اون نقطه دایره ایجاد کنم دایره هم چیکار چکار میکنم چنزلی ایجاد میکنم دیگه این هم که خیلی واضحه و انقدر تکرار کردیم دیگه مطمئنا ملکه ذهنتون شده درسته؟ میشه همچین چیزی زی دادیم بهش ارتفاع دادیم و الاخ پس این هم شد پالیگون شما پالیگون رو بجز از طریق دایره از طریق نقاط هم میتونید ایجاد بکنید مثلا فرض کنید که من میام و یه تعداد نقطه ایجاد میکنم مثلا میگم پوینت کپی کپی و کپی نمیدونم مثلا فرض کن به این میدم پنج به این وایش رو میدم 5 به این ایکسش رو میدم پنج وایش رو میدم منهای سه میبینی؟ اصلا همین اینا همین هم چهار تا حالا ببینید پالیگون بای پوینتس این یه دونه وایر داره پس ما باید قبلش چیکار کنیم بیایم یه دونه لیست کرییت ایجاد کنیم هر تعداد نقطه داریم ممکن اصلا یه نقطه دیگه هم داشته باشیم هزار تا نقطه باشه اینا رو واسه کنیم فقط ترتیبش مهمه ببین یعنی اول اینه بعد اینه میتونه بعد دیگه این نمیتونه باشه بیاد اینجا بچرخه خیلی بدم ببینی بعد اینو بدیم به این که خب چیز درستی نیست اینجاش اینجاست اینجاش اینجاست میبینین حالا مثلا اگه یه نقطه دیگه هم ایجاد کنم مثلا فرض کن اینجاها مثلا منهای منها رو نه دیگه مثلا فرض کن بگم منهای سه تا ایکسش باشه مثبت حالا سه تا منفی وایش باشه آره میشه حالا یکی دیگه اضافه میکنم نکن اینو میدم به این خوب نشد جاش این اینجاست که اینه بد میشه این آخریه میشه این. پس ما میتونیم پولیگون رو با استفاده از یک تعدادی نقطه هم ایجاد بکنیم بعدش بیایم لیس کریت بهش بدیم و بدیمش به پولیگون بعدش الیپسه الیپس بیزی خیلی ساده است دو تا ال بذارید حتما الیپس بای اوریجین در واقع جورای شبیه همون دایره میشه بای اوریجین رادیوس اینو که بذارین کنترل بی مثل دایره است فقط به جای که یه دونه شعا بخواد دو تا شعا میخواد همون کاری که با دایره کردین با بیزی هم میتونید بکنید مثلا به این بگیم یک به ایکسش x رادیوسش در واقع رادیوسی که در جهت x به وایش هم مثلا بگیم دو شما دو تا عددا رو تو کد بلاک هم میتونید بنویسین می چه جوری؟ یک ویرگول نقطه دو کلیک که بکنید خودش اینو دو خطه میکنه مثلا میتونید اینو بدید به این اینم بدید به این این کارو بکنید که تعداد کد بلاک ها زیاد نشه این صفحه جویی توی فضا میشه اینم میشه راجبه الیپس حالا تو بخش بعدی میخوایم راجع به روتیشن صحبت کنیم دوستان خیلی ابزار مهمیه خیلی کاره بامزهی هم باش میکنیم تمنای خیلی ویژه هم داریم مثلا ما همین بیزی که دارید اینجا میبینید رو هم نقدر درجه به چرخونیم جوری بعد این کار انجام بدیم با یه سه مفاهیم تازهی هم آشنا میشیم به صورت کلی یادتون باشه که تو داینامو شما اگر موو بکنید روتیت بکنید میرر بکنید یا هر کار دیگه بکنید حتما کپی میگیره براتون تو نرم افزاره دیگه دیدین که ازتون میپرسه که میخوای کپی بگیری یا نمیخوای کپی بگیری شما تعیین میکنید ولی توی داینامو همیشه کپی میگیره براتون قاعدش اینه بریم سراغ روتیت و گذینه رو ببینیم که خیلی پر استفاده است چه تمرین هایی رو هم میخوایم باهاش انجام بدیم راست کلیک میکنم و مینیسم روتیت مطمئنا با یه گزینه روبرو نخواهیم بود و حالت های مختلفی داره اونیش که از همه پر تره اوریجین اکسیس و دگریز هست اوریجین اکسیس و دگریز این رو میذاریم طبق معمول میریم و بررسی میکنیم که پورت های ورودیش چه چیزاییه گزینه اولش هست جیامتری جیامتری یعنی که خب من چی رو قرار به چرخونم چرا اسمش گذاشته جیامتری به خاطر اینکه ممکنه خط باشه ممکنه نقطه باشه ممکنه حجم باشه سرفیس باشه هر چیزی باشه میگه جیامتری به صورت کلی تو هر چیزی رو که به من بدی من میتونم بچرخونم گزینه بعدیش اوریجینه ما تو نرمزار دیگه هم داریم حل کجا؟ حول کدوم نقطه باید به پس شما باید اوریجینش رو تعیین بکنید قطعاً اوریجین جنس ورودیش از چیه؟ آفرین از پوینت ما باید بهش پوینت بدیم اما اکسیس چیه؟ این اکس رو ببینی؟ اکسیس چیه؟ اکسیس میشه محور اکسیس یا وکتور میشه محور میگه اگر شما میخواید یک آبجکت رو بچرخونی حول کدوم محور میخوای بچرخونی؟ حول محور زی میخوای بچرخونی؟ ایکس میخوای بچرخونی وای میخوای بچرخ خود کجا میخوای بچرخونی شما اینو باید تعیین بکنید پس ما باید به اکسیس روتیت یه محور بدیم یه وکتور بدیم مثلا ما میخوایم الان این بیزی هول کدوم محور به چرخه طبق این عکس آفرین هول محور زی میخوایم به چرخه این محور پس اکسیسی که بهش میدیم باید محور زی باشه چجوری این کار میکنیم خیلی ساده است شما فقط کافیه یه راست کلیک بکنید بنویسید زی میگه زی اکسیس خیلی ساده این انتخاب بکنید میگه وکتور زی اکسیس وکتور یعنی بردار اکسیس هم که یعنی محور فرقی نمیکنه به هر دو نام میتونید بشناسینش روی اکسیس که وایسین میگه به من وکتور بده میبینی این میگفت پوینت بده این میگه وکتور بده حالا این وکتور رو میدم به این اوریجینش کجاست؟ صفر و صفر یه پوینت صفر و صفر هم میدم به اوریجین این و رو این رو بذاریم جلوی این بذاریمش اینجا جیامتری اونم که این الیپس است حالا میگه چند درجه به چرخه؟ میگم 90 درجه دبل کلیک کردم یه کد بلاک گذاشتم اینو دادم خیلی ساده طبیعتا دیگه اینا رو من تکرار مکررات نکنم که اگر شما بیاین به این یه دونه اسلایدر بدین چون این رو مثلا تا 360 درجه بذارید و اینجوری این رو چیکار کنید به خیلی ساده خب حالا میخوایم با همدیگه این رو بکشیم باز میخوایم از اعداد متوالی استفاده کنیم در واقع اتفاقی که اینجا میافته اینه که ما به جای اینکه یه دونه درجه به این بدیم چند تا درجه بهش میدیم یعنی میگیم یه بار 20 درجه یه بار 30 درجه یه بار 40 درجه و الی آخر کد بلاک اگه بنویسم مثلا میگم از 10 درجه شروع کن تا 90 درجه و هشتگ مثلا هفتا نجر ببین 10 درجه بیست و سه درجه سی و, ش... سی و شیش درجه و سه، و شیش. آخرش هم حتما نوده اینو بدم به این چی میشه؟ می‌بینی این نوده از صفر تا نود در واقع ده تا نود هفت تا برای من روتیت گرفت که عملا میشه کپی میبینید یه جورایی فرمان روتیت داینامو شبیه اره پولار هم هست عملا داره عره میکنه دیگه اگه مثلا من بیام اینو بهش بدم فرض کن 360 درجه بعد اینو تعدادشو رو خیلی زیاد کنم چیز با مزه این میشه دیگه خیلی زیاد شد مثلا 20 تا میبینی عملا شبیه اره هم عمل میکنه اما یه بخوایم دقیقا همونی که توی شکل هست رو بکشیم یعنی این رو. خب این 45 درجه 45 درجه چرخیده یعنی این رو ما یه 45 به چرخونی میشه این یه 45 به چرخونی میشه این یکی دیگهش میشه این این دیگه تکراریه این همون اولیه میشه درسته؟ پس میشه چند تا میشه یه دونه خودش دوتا سه تا و چهارتا. ما در واقع چهارتا میخواهیم چهارتا بیزی اگر ایجاد بکنیم تمومه از صفر چلو و پنج درجه چلو و پنج درجه چند تا یک دو سه چهار تا بریم ببینیم پس میگیم که از صفر چند تا, چهار تا؟ چند, درجه، چند درجه چند درجه چلو و پنج درجه یار کن صفر 45 90 135 حالا 4 و 5 رو مطمئن نیستم بدیم ببینیم درسته کنترل بی داره ببین اگه بخوای من یکم این رو نازکتر میکنم که بهتر مشخص بشه میبینی پس چی شد اومدیم گفتیم که اولی صفر یعنی خودش چلو پنج درجه چلو پنج درجه به چرخه چند تا یه دونه دو تا سه تا چهار تا پنجمی دیگه همون اولیه درست شد تعداد و فاصله ها یا قدم ها رو بهش دادم و این رو تونستیم تولید بکنیم یه چیزی که خیلی ها اشتباه میکنن اینه که میان میگن که از صف تا سی سد و شست چند تا سینا؟ یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشتا تعداد هشتا این غلطه این غلطه اگه شما تعدادشو بدی مثلا چهارتا پنجتا میبینی؟ هیچ حالتش درست در نمیاد یا رو هم میفتن ما باید بگیم کلا چهارتا میخوایم فاصله هاشونم چلو پنج چلو پنجه اگه لازمه این بخش رو میتونید بزنید عقب مرور بکنید و دوباره بیایید ادامه ویدیو رو ببینید ولی من یه مثال دیگه براتون میزنم تا موضوع بهتر جا بیفته اینا پاک کنیم مثلا میخوایم حالا اینو بکشیم نگاه کن اینو چجوری بکشیم میایم میگیم که یه نقطه ای داریم اینجا که بعد تو 360 درجه چرخیده تعدادش و شعاعش رو پارامتریک بکنیم یعنی باز و بسته شدن این رو دایره بزرگتری باشه به صورت مجموع و تعداد اینها رو عکس برم خب یه میگیم راست کلیک پوینت بدونه بذاریم صفر بمونه برای احتمالا مرکز دوران یه کپی پیست میگیرم و توی ایکس اینا حرکت میدم از اونجایی که میخوایم شعاع این دایره بزرگه این دایره منظورمه اینجا پارامتریک باشه پس یه اینتجر بهش میدم حالا یا نامبر فرق نمیکنه میدم به این این پوینت بیاد اینجا حالا میخوایم اینو بچرخونیمش به راست کلیک میکنیم میگیم rotate origin axis degree نقطه ها رو یعنی اون یه دونه نقطه رو بهش میدم حول کجا باید به چرخه؟ صفر صفر رو بهش میدم محورش چیه؟ Z Z رو بهش میدم اما درجه ما میخوایم تو 360 درجه به چرخه تعدادش هم پارامتریک باشه دیگه من اینجا نمی تا شما نگید یعنی دقل بر خودت حدس بزنید ما می تو 360 درجه به یعنی از صفر باشه تا 360 و تعدادش هم پارامتریک باشه از صفر تا 360 این رو ببین از صفر تا 360 یه تعدادی کدومه آخریه دیگه از صفر تا 360 هر جفتش هست یه تعدادی پس میایم میگیم که از صفر تا سی سد شست تعدادش هم پارامتر میدیم این هم میدم به این این هم بشه تعدادش حالا نیا کن میشه این حالا میگیم سیرکل اینو میدیم به این حالا شوهایش هم با همون داستانایی که گفتیم تیم کار کنیم؟ بگیم مثلا از یه دهم باشه تا یک به این تعداد یه من اینا رو سریع می هم به خاطر اینکه این بار طالب با هم دیگه کار کردیم و هم که میدم به این. این. از این کارا میتونیم بکنیم اینا رو تمرین بکنید که یه تمرین خیلی گردن کلوف براتون آماده کردم که با یه راهنمای کوچیک امیدوارم بتونید بکشید این قسمت رو تمرین بفرمید